درود و احترام خدمت تمامی فعالان حقوق بشر و تمامی عزیزانی که امروز ما را از لایو یوتیوب دنبال می کنند. امروز 19 مارس 2023 28 اسفند ماه 1401 با آخرین جلسه کمیته جوان دانشجو در سال 1401 در خدمت شما هستیم. سخنرانان امروز ما آقای عباس منفرد، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه 1401، آقای علی صالحی، بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانو مهناز ترابی، مسمومیت دانشجویان در پی انقلاب زن زندگی آزادی، و در آخر بحث آزادی خواهیم داشت با موضوع حق تحصیل رایگان برای همه، وضعیت شهریه‌های دانشجویی. آقای منفرد اگر آماده هستیم بفرمایید. متشکرم. عرض درود دارم و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و گرانقدر. مثل سنوات قبل و ماه‌های قبل، ما در آخرین ماه سال هم شاهد نقض فاحش حقوق جوان و دانشجو در تمامی ابعاد، بلخص در گروه و قشر جوان و دانشجو رو داشتیم که تعدادی از اخبار رو من انتخاب کردم. با طیف وسیع از اخبار ما مواجه بودیم که به دلیل ضیق وقت امکانش وجود نداشت و تعداد محدودی رو خدمت شما گزارش میدم و به مواردی هم به صورت کاملا تحلیلی می‌پردازم. خانم فائزه عبدی‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران، توسط کمیته انضباطی این دانشگاه به مدت 2 ترم از تحصیل تعلیق شد. علاوه بر این، خانم عبدی‌پور اجازه ورود به دانشگاه را نیز ندارد. فائزه عبدی‌پور در تاریخ 1 آذر ماه در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به نهایتاً روز پنجشنبه 15 دی‌ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد. خانم عبدی‌پور در دی‌ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری از بابت اتهام اغوا و تحریک به کشتار و جنگ علیه امنیت ملی به 4 سال حبس، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و از بابت اتهام نشر اکاذیب به 2 سال حبس تعزیری و 2 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود که در پی صدور بخشنامه قوه قضاییه پرونده وی مختومه اعلام شد. این خبر نقض ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی می باشد. سمانه اصغری، دانشجوی بازداشتی محبوس در زندان قرچک برامین، توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 18 سال و 3 ماه حبس محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 6 سال و 3 ماه در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود. اواخر دی ماه سال جاری، عرفان کرم بیسی، وکیل مدافع خانم اصغری، اعلام کرده بود که اتهامات مطروح علیه این شهروند توسط شعبه 8 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهر ری اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی، عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده و نشر اکاذیب عنوان شده است. این وکیل دادگستری همچنین عنوان کرده که دادگاه با آزادی موقت خانم اصغری مخالفت کرده است. در این خبر و خبر قبلی و خبرهایی که بعد خدمت شما عرض خواهم کرد،
شما با یک موارد محدودی از اتهامات مواجه میشید، انگار یک چکلیستی رو برای هر کدوم از قضات و افرادی که در دستگاه قضایی قرار دارن براشون انگار مشخص کردن، از این لیست شما انتخاب کنید و همه اتهامات و موارد اتهامی رو شما میبینید. اقدام علیه امنیت ملی، اغوا مردم، تشکیل دستجات و مواردی از این قبیل. یعنی هر کس که در پی ایجاد آزادی و در پی برقراری حق و حقوق شهروندی خودش هست، اگر به دست نیروی انتظامی و یا هر کدوم از نیروهایی که به عنوان نیروهای لباس شخصی و نظامی معرفی میشن دستگیر بشن، در مرحله بعدی که در دستگاه قضا باید به اتهاماتشون رسیدگی بشه، میبینیم که همین موارد، یعنی برای همه این موارد، موردم به این نیست که بیان دقیق بررسی کنن. و متاسفانه در روندی که در دستگاه قضایی داره اتفاق میفته، وکلای تسخیری وجود دارن، یعنی وکلایی که خود قوه قضایی مشخص میکنن و باید به روند پرونده ها بررسی کنن. وقتی شخص از سمت قوه قضایی باشه، مطمئنن به دنبال حقوق موکلش نمیره. متاسفانه در این خبر ما نقض فاحش ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 30 عدم تفسیر مواد به نفع دولت ها هست. عبدالملک عیسی قنبرزهی، زندانی سیاسی بلوچ و دانشجوی کارشناسی ادبیات عرب، از بابت اتهامات عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به 10 سال و 1 روز حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین عبدالملک عیسی قنبرزهی، فرزند ابراهیم، ساکن زاهدان، دانشجوی رشته کارشناسی ادبیات عرب از دانشگاه ملی سیستان و بلوچستان، که در سال 99 توسط نیروهای اطلاعات در خیابان خیام زاهدان بازداشت و مدت 3 ماه را در بازداشتگاه نهاد تحت شکنجه سپری کرده بود، نهایتاً از شعبه 6 دادگاه انقلاب زاهدان از بابت اتهامات عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به 10 سال و 1 روز حبس تعزیری محکوم شد. نقض ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی بیان و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه در این خبر به طور فاحش نقض شده. در پی اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پخش اعترافات تلویزیونی از علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی دانشگاه سنتی شریف که از فروردین ماه سال 99 در زندان به سر میبرند، خانواده یونسی به این اقدام اعتراض کرد و آن را اعتراف اجباری و تحت شکنجه دانست. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در واکنش به پخش این اعترافات در توییتی نوشت: در وصف حقارت جنایتکاران حاکم، این که هنوز بعد از 3 سال به دنبال آزار علی یونسی و امیر حسین مرادی در زندان با قانع کردن نیروهای نظام در این پرونده هستند. رضا یونسی نوشت: رژیم درمانده بعد از 3 سال به سراغ پخش فیلم اعتراضات اجباری رفته که از این 2 جوان در سن 20 سالگی و پس از 2 ماه شکنجه طاقت فرسا در انفرادی مطلق و از جمله با تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده و ضرب و شتم و بدون دسترسی به وکیل از آنها گرفتند. موردی که خدمت شما عرض کردم، یا عدم وجود وکیل یا وکیل تسخیری از سمت قوه قضاییه. پخش اعترافات تلویزیونی 2 دانشجوی دانشگاه شریف در حالی انجام شده که از چهارشنبه 7 دی ماه 1401 میر یوسف یونسی، پدر 69 ساله علی یونسی، نیز بازداشت شده است. علی، من این مورد را خدمتون گفتم و
قسمت تلخ و غم‌انگیز این خبر اینجاست که من خدمتتون میگم و آدم با شنیدن این قسمت بیش از پیش قصه میخوره و به حال مملکت و جوانان مملکتمون قصه میخوره. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال 95 و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم سال 96 است. امیر حسین مرادی نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال 96 است. با این برخوردی که با این گونه دانشجویان نخبه، افراد نخبه که در کشور ما در هر پست، مقام، جایگاه و در هر گروهی که قرار دارن میشه، بیشک انتظار این رو نمیشه داشت که حتما نخبگان ما بخوان با این وضعیت در کشور بمونن و بتونن خدمت رو به کشور داشته باشن. و به این فکر میکنن که من تلاشم رو کردم، دیگه بیش از این زندگی من در حال تباه شدن متاسفانه. و سیستم حاکم در پی این هست که همه افرادی که صاحب نظر هستن یا دارای استعداد خاصی هستن رو از کشور به هر طریقی که شده خارج کنند و تمامی مناصب، صندلی‌ها و جایگاه‌ها رو به افرادی که مد نظر خودشون هست و اختصاص بدن. ما در این خبر نقض ماده 9، عدم توقیع، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 22، حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، ماده 29، حق مسئولیت نسبت به جامعه و ماده 30، عدم تفسیر مواد به نفع دولت ها رو شاهد هستیم. در پی برگزاری تجمعات دانشجویی در محکومیت مسمومیت های مشکوک در مدارس دخترانه، دست کم 40 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به کمیته انضباطی احضار و بیش از 30 دانشجوی دانشگاه علامه تهران ممنوع الورود شدند. در دانشگاه سوره نیز دانشجویان از احضارهای گسترده به مشاوره اجباری حجاب و کارگاه اجباری خبر دادند. کانال تلگرامی دانشجویان متحد روز یک شنبه 21 اسفند ماه گزارش داد که پس از برگزاری تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه 16 اسفند ماه در پردیس مرکزی دانشگاه علامه، مدیران به حراست این دانشگاه بیش از 30 دانشجو را ممنوع الورود کردند. دانشجویی که نمیتونه در قبال اتفاقاتی که در جامعه میفته بی تفاوت باشه، میاد و تجمعاتی رو شکل میده، تجمعات کاملا مسالمت آمیز که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی قید شده، به همراه نداشتن سلاح و ایجاد نکردن هیچ خطری برای هیچ گروه و مردم، بدون هیچ محدودیت امکان ایجادش هست. ولی متاسفانه چیزی که مشاهدش هستیم یک تجمع دانشجویی مسالمت آمیز با بازداشت ها و ممنوع ورودی مواجه شده. خدمت شما دوستان عرض کنم سابقه ننگین جمهوری اسلامی نشون میده چنین جنایاتی که متاسفانه پرونده های اونها بدون مشخص شدن عامل و مسببین مختومه شده. اگر ما یه فلش بک بزنیم، اگر که جنایتکارانی که جنایت بسیار دردناک سینما رکس آبادان و اسید پاشی اصفهان رو شکل دادن و متاسفانه هواپیمای اوکراینی رو ساقط کردن، ما وقتی میایم نگاه میکنیم و بررسی میکنیم مشخص میشه که این افراد به هیچ عنوان پیگرد قانونی براشون صورت نگرفته و افرادی به عنوان متهم اصلی معرفی نشده. شاهد و گواه مدعا این که اگر به دنبال کسی چه در خارج از ایران و چه در داخل ایران باشن، به هر طریقی که امکان داشته باشه اونا اون شخص رو دستگیر میکنن. جمشید شاهمرد در امارات، در عراق روح‌الله زن،
در خود کشور خودمون، حالا به هر طریقی بخوایم نگاه کنیم، حالا یک نفر میاد یک شعاری رو می‌نویسه، با پهباد و هر طریق دیگه نیروهای مخبر میتونن اون شخص رو پیدا کنن، ولی متاسفانه در پیدا کردن این افراد داره تعلل میشه، چون که این افراد برگرفته از خود نظام هستن یا افرادهای تورو هستن که در صدد این هستن که نظر و ایده خودشون بر جامعه غالب باشه. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه است. الهام چوبدار با تودیع قرار وثیقه از زندان ارومیه آزاد شد. همزمان زهرا صدیقی همدانی به دلیل عدم توانایی در تامین میزان وثیقه کماکان در زندان به سر می‌برد. یک منبع مطلع با بیان اینکه حکم اعدام الهام چوبدار و زهرا صدیقی همدانی در دیمان لغو شده است، اعلام کرد که زهرا صدیقی همدانی به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه 2 میلیارد تومانی کماکان در زندان به سر می‌برد. نخستین بار در تاریخ 15 آبان ماه 1400 سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت این دو شهروند تحت عنوان سرشبکه قاچاق دختران و زنان ایرانی به یکی از کشورهای منطقه جهت فحشا و هدایت و پشتیبانی از گروه‌های همجنسگرایی که تحت حمایت سرویس‌های اطلاعاتی فرامنطقه‌ای خبر داد. گرچه چندی بعد طیفی از فعالین حوزه LGBT بازداشت این شهروند را به گرایش جنسی و فعالیت‌های او در زمینه دفاع از حقوق همجنسگرایان نسبت داد. گفته می‌شد بازداشت زهرا صدیقی همدانی در مسیر سفر از اقلیم کردستان به ترکیه و در خاک ایران صورت گرفته است. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 30 عدم تفسیر مواد به نفع دولت هاست. کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران روز سه‌شنبه 23 اسفند در نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی از جمله نیلوفر حامدی و الهام و الهه محمدی شد. این کمیته در نامه خود با استناد به اطلاعات موجود تأکید کرد که خانم حامدی و خانم محمدی تحت دستور رسانه خود صرفاً به انجام وظیفه حرفه‌ای پرداخته و مرتکب خطایی نشدند تا مستحق چنین سختگیری شدیدی باشند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی که حوادث و رخدادهای مربوط به پس از کشته شدن مهسا امینی را در قالب انتشار در رسانه‌های رسمی ایران پوشش دادند، در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و این مدت برخی چهره‌ها و کاربران حامی حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی اتهاماتی از قبیل تلاش برای براندازی را به آنان نسبت دادند. از ابتدایی که این دو خبرنگار بازداشت شدند به وفور ما شاهد تصاویر یا ویدئوهایی از این عزیزان بودیم که نسبت میدادن که اینها در کشورهای آفریقایی یا جاهای دیگه آموزش‌هایی رو دیدن که برای روند براندازی باشه و این نسبت‌ها رو بهشون میدادن، روند این که نسبت جاسوسی باشه و این که بتونن بر علیه امنیت ملی تلاشی کرده باشن. متاسفانه همونجور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم یک چکلیستی وجود داره و بر اساس اون چکلیست حالا یکی کمتر یکی بیشتر رو به هر شخص نسبت میدن و بر اون اساس احکامی رو براشون صادر میکنن که متاسفانه بعضی از این احکام مثل اعدام جون افراد رو میگیره و ادامه حیات رو ازشون سلب میکنه. این خبر نقض ماده 9 عدم توقیف،
حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 21 حق دموکراسی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 23 حق امنیت کار است. شامگاه چهارشنبه 24 اسفند ماه، سپیده قلیان، فعال مدنی در مسیر تهران به دسفو توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این دستگیری تنها ساعتی پس از آزادی وی از زندان اوین رخ داد. تا زمان تنظیم این گزارش از محل نگهداری و اتهامات مطروح علیه این شهروند بازداشتی اطلاعی حاصل نشده است. اینو من خدمتتون عرض کنم، اینکه ایشون با شجاعت تمام بعد از اینکه از زندان آزاد شدن، حتی با قدرتی بیش از پیش اون حرف خودشون رو زدن و با شعارشون به خامنه ای نشون دادن هر لحظه ای که فرصت براشون پیش بیاد در صدد این هستن که رژیم استبدادی دینی در ایران رو سرنگون کنن و با هر قدرتی و با هر امکاناتی که وجود داشته باشه. خانم قلیان در تاریخ 28 مرداد ماه سال گذشته از زندان بوشهر به مرخصی اعزام شده بود. در تاریخ 19 مهر ماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود در اهواز بازداشت و در تاریخ 22 مهر ماه به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شد. به نهایتاً 13 آبان ماه سال گذشته با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این خبر نقض فاحشه ماده 19، ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه است. این مواردی بود که من به دلیل ضیق وقت من خدمت شما عرض کردم و در آخر میخوام خدمت شما دوستان بگم در واپسین ساعات و زمانهای سال که درش هستیم و رو به پایان هست، ولی که شاهد اتفاقات تلخ و شیرین بسیاری بودیم، من جمله این که انقلابی در ایران اتفاق افتاد که برعکس انقلابهای قبلتر حضور خانوما بسیار پررنگتر بود و این شجاعت رو از سمت اونا به ما آقایون هدیه دادن که در قبال ظلم به هیچ عنوان نباید سکوت کنیم و باید تلاشمون رو بیشتر کنیم. اگر در این مسیر هر سختی که پیش میاد، هر کم لطفی هایی که اتفاق میفته و سنگ هایی که به سمت ما پرت میشه رو به عنوان یه نعمت بدونیم که ما یک انسان هستیم و درد انسان رو در خودمون داریم و میچشیم و اگر به هر طریقی به زندگی ماشینی و زندگی سنتی رو بیاریم و درد انسان‌ها رو فراموش کنیم، هیچ تفاوتی با حیوان نداریم و فقط به صورت یک زندگی نباتی داریم جلو میریم. من امسال رو سال خیلی زیبایی میبینم و سال بعد و سالهای بعدتر رو سالهای شکوفایی مملکت عزیزم میبینم. روزنه های امیدی باز شده و ما بیش از پیش میتونیم به اون هدفی که داریم و ایجاد آزادی و دموکراسی در کشور اون هست رو شاهدش باشیم. ممنون از این که وقت رو به من دادی. سپاس فراوان آیه منفرد عزیز بابت ارائه گزارشات موارد نقض در اسفند ماه 1401. بله، موارد واقعا زیاد بود. به شخص خودم یکی از مهمترین موارد و ربایش جمشید شادمهر از امارات میدونم که این نشون دهنده این نیست که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی فقط
داخل ایران قدرت و انعکاس داره و حتی بیرون از مرزها هم به دنبال سرکوب و تجاوز به حقوق شهروندی ایرانیان هست و به لطف خدا امسال واقعا آگاهی عمومی بیشتر شد و چشمانداز سال آینده نسبت به آگاهی بیشتر و آشنا کردن بیشتر مردم به حقوق ذاتی و حقوق شهروندی خیلی رفت بالا. سپاس مجدد آقای علی صالحی، اگر هستین اعلام آمادگی کنین با موضوع بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سلام خدمت همکاران و دوستان گرامی، صدای من دارید؟ بله، امروز در خدمت شما هستم با بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ماده 9 به آزاد بودن انسان‌ها و حراست است، این حق اختصاص دارد. حق آزادی یک انسان زمانی که او را دستگیر می‌کنند و یا به تبعید می‌فرستند نقض می‌شود. دستور زندانی کردن یا تبعید یک انسان باید توسط دادگاه و به صورت عادلانه صادر شود. باید قانون مشخصی برای نحوه بازداشت یا زندانی کردن اشخاص وجود داشته باشد. باید بر روی زندان‌ها نظارت جدی اعمال شود. باید جلوی ایجاد هر گونه زندانی غیرقانونی گرفته شود. زندانی کردن یک انسان بدون داشتن حکم دادگاه منصفانه در حکم آدمربایی دولتی است. ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این موضوع می‌پردازد. هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. شرح ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر. واژه آزادی به مفهوم مختلفی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه‌ای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب‌های مختلف و توانایی کسب هدف‌ها از سوی دیگر می‌باشد. داشتن انتخاب‌های مختلف در مورد انجام یک کار به این معنی است که اگر شخص بخواهد اون کار را انجام بدهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام این انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخص لزوما ربط مستقیمی به خودمختاری حکومتی جامعه ندارد و اما در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ در اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ کس را نمیتواند دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. هیچ کس را نمیتواند از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. حبس در تبعید مجازاتی که اساسا در قانون وجود ندارد. مجازات شامل زندان و حبس هست و یا نفی بلد و همان تبعید که طبق تعریفی که در قانون از آن شده به معنای دور کردن محکوم از محل اقامت خود و یا مجبور کردن او به اقامت در محل دیگر است و نه زندان کردن او. گذشته از این، تبعید تنها برای جرم محاربه و در کنار 3 مجازات دیگر پیش بینی شده است. اقامت اجباری در محل معین یا همان تبعید هیچ سنخیتی از نظر معنا و مفهوم واجب و حبس در زندان ندارد و به فرض اینکه کسی که محکوم به اقامت در محل معینی شده باشد، همانند فرد تبعیدی می تواند آزادانه به همراه خانواده خود به محل تعیین شده کوچ کرده و همراه با آنها و در کنار خانواده خود روزگار بگذراند. قانونگذار همچنین برای اطمینان از بودن محکوم در محل تعیین شده در دوره زمانی معین، او را مکلف کرده که در آن دوران خود را به نیروی انتظامی محل معرفی کند. مثلا اگر شخصی به حبس محکوم شود و قاضی تشخیص دهد که مجازات حبس برای تنبیه او کافی نیست، طبق شرایط قانونی میتواند از مجازات‌های تبعیدی نیز استفاده کند، مثل اجبار به اقامت در محل معین،
در این گونه موارد نیز فرد محکوم پس از گذراندن دوران حبس می تواند به همراه خانواده خود به محلی که از سوی دادگاه برای او تعیین شده برود و برای مدت محدودی در آنجا ولی نه در زندان بلکه در یک خانه معمولی زندگی کند. بنابراین در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران برای هیچ جرمی مجازات حبس در تبعید پیش بینی نشده است. این حکم در حقیقت یک مجازات مضاعف است که محکوم مسئول به تحمیل آن می باشد. غیر قانونی بودن احکام حبس در تبعید. صدور احکام حبس تعریضی تو هم با تبعید توسط قضات دادگاه انقلاب برای فعالین حقوق سیاسی و مدنی در زندان‌های دورافتاده ایران به طوری که به خانواده آنها نتوانند به راحتی با آنها ارتباط داشته باشند از جمله مباحث مورد مناقشه و چالش برانگیزی است که نگرانی و دغدغه‌ها را ایجاد کرده و رفته رفته شاهد هستیم که اوج بیشتری به خود گرفته است. گذشته از غیرقانونی بودن حکم حبس در تبعید، فرستادن زندانی به محل غیر از محل زندگیش از منظر دیگری نیز خلاف قانون است. طبق قانون اجرای احکام کیفری، اجرای حکم با حوزه دادگاهی است که رأی به محکومیت داده است. بنابراین کسی که محکوم به حبس می شود باید در محل وقوع یا کشف جرم و یا محل محاکمه و صدور حکم دوران حبس را تحمل کند. در صورتی که فردی در محل دور از محل اقامت خود دستگیر و محاکمه شود باید برای تحمل حبس به نزدیکترین زندان محل اقامتش معرفی شود تا خانواده او در فشار قرار نگیرد. لازم است با تحمل بیشتری به این احکام نگاه شود. آیا چنین احکامی از لحاظ حقوقی و قضایی داره وجاهت قانونی هستند یا اینکه با هدف خاص سیاسی صادر شدند و جنبه رعب و وحشت و انتقام گیری دارند؟ در تاریخ 14/6/1380 آیین نامه اجرای ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد از خاصی که به تبعید محکوم شدند به محل اعزام و مراتب و به دادگاه و نیروی انتظامی محل بلاغ می شود. در 16 ماده به تصویب رسید که به علت ضیق وقت به طور خلاصه چکیده این 16 ماده را خدمتتون عرض میکنم. از آغاز تا پایان مواد مصوب جمله را نمیتوان یافت که حکایت از تبعید در زندان داشته باشد و محکوم به تبعید در فضای بسته محبوس شود. به عنوان مثال در ماده یا 14 این آیین نامه آمده است اشتغال محکومین به تبعید به شغل یا حرفه معین و مناسب در محل اقامت مطابق قوانین و مقررات بلامانه است. بنابراین از این حیث نیست صدور حکم به حبس توأم با تبعید برخلاف مقررات قانونی است. در اصل 33 قانون جمهوری اسلامی اصل بر عدم تبعید است. در این اصل می‌خوانیم هیچ کس را نمی‌تواند محل اقامت خود تبعید کند و یا از اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است. بنابراین به طریق اولی بهش عنوان نمیتوان متهمین را به حبس توأم با تبعید محکوم کرد چرا که این گونه محکومیت‌ها مغایرت کامل با قانون اساسی دارد. طبق اصل 39 قانون اساسی حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت و زندانی و یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ناگفته نماند که پیرو اصل منع تبعید متهمین بسیاری از کشورها چنین مجازاتی را از قوانینشان زدودند و اینکه از بعد و همچنین مجازاتی در قوانینشان وجود نداشته است. در برخی از مواد قانون مجازات جمهوری اسلامی به صورت مستقیم مجازات تبعید اشاره شده است. ولی باز هم منظور قانونگذار تبعید و نقطه معینه دور از زندان است. سالانه از جانب دولت نقاطی از کشور به عنوان تبعیدگاه به دادگستری های سراسر کشور معرفی می شوند و قضات صرفا می توانند متهم را به اقامت در این نقاط محکوم کنند که این خود نشان از وضعیت تأسف‌بار اقشاری است که در این نقاط زندگی میکنند. ملاحظه میفرمایید که در خصوص حبس‌های جنایی که شامل مجرمین خطرناک است دست قاضی باز گذاشته شده است تا محکوم به حبس را در فضای باز و تبعیدگاه نگهداری کند. نتیجه این که حبس توأم با تبعید نه تنها برخلاف مقررات قانونی است بلکه برخلاف وجدان و اخلاق نیز هست. نمیتوان صدور چنین حبسایی را برای مجرمین با هیچ فلسفه و منطق و استدلال و استنباطی توجیه کرد. جدا از حبسای جنایی که برای مجرمین خطرناک در نظر گرفته میشود، این حبسا در سالهای اخیر برای بسیاری از افراد که به ناحق و با اتهامات ساختگی حکومت بازداشت میشوند نیز اجرا میشود. بر اساس چیزی که از قانون اساسی خواندیم و شنیدیم و چیزهایی که مشاهده میکنیم به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی کمترین نگاهی به این قوانین نکرده
و عملی کردن قوانین جمهوری اسلامی برای مسئولین بیکفایت نیست غیر قابل انجام است. با امید روزی که بیقانونی در کشور ما در همه موارد به پایان برسد. ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید. با تشکر. سپاس از شما آقای علی صالحی عزیز بابت بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه‌اش با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. از خانم ترابی تقاضا می‌کنم اگر آمادگی دارند بفرمایید که مایک رو در اختیارتون قرار بدید. درود بر شما، صدای من هست؟ بله بله بله. سلام خدمت همه دوستان گرامی و عرض تبریک نوروز باستانی پیشاپیش خدمت همه دوستان و ایرانیان گرامی. بحث امروز ما در مورد مسئله ای هستش که تقریبا از چند ماه پیش از آذر ماه شروع شد با مسمومیت دانشجویان و از 3 ماه پیش هم با مسمومیت دانش آموزان در مدارس گسترش پیدا کرده و مسمومیت دانشجویان همچنین در خوابگاه ها و مسمومیت هایی که در جاها و مکان های عمومی هم ما شاهدش بودیم. مسئله مسمومیت های دانشجویان بارها در گذشته خبرساز شده بود، اما وقتی ما به این روند پیشرونده و تنوع و میزان در برگیریش توجه می‌کنیم و اینکه تعداد زیادی از دانشجویان به مراکز درمانی مراجعه کردند و در نقاط مختلفی از کشور این اتفاق افتاد، این دیگه نمیتونه صرفاً به دلیل به اصطلاح بیکفایتی قضا، بیکیفیتی قضا و یا بیکفایتی مدیریت دانشگاه‌ها در مورد قضا و پیمانکارانی که دانشگاه‌ها با اونا قرارداد دارن بدونیم. این همزمانی و این پراکندگی وقوع مسمومیت نشون میده از برنامه ریزی قبلی برای سرکوبگرانی که میخوان از طرف حکومت این صدای مردم رو سرکوب کنن و اعتراضات رو سرکوب کنن. اینها درست قبل از فراخوان 3 روزه 14 و 15 و 16 آذر ماه بوده که جهت شرکت در تظاهرات فراخوان داده بودند و به مناسبت روز دانشجو و برای پیشگیری و ترساندن مردم و سرکوب اعتراضات میخواستن که یه اقدامی رو انجام داده باشن که خیلی واقعا اقدام بی‌رحمانه‌ای بود. حکومت در دور جدید اعتراضات برای سرکوب هدف رو به سمت دانش آموزان و دانشجویان متمرکز کرد، از جمله کشتار کودکان و دانش آموزان و دانشجویانی که با رو بودن اونها تیراندازی و با تفنگ‌های ساچمه‌ای که ما شاهد از دست رفتن بینایی بسیاری از جوانان و کودکان عزیزمون هستیم و ساچمه‌هایی که مثلا یه وقتی مثلا نشون میده توی عکس‌ها در بدن یه فرد شاید 100 تا 200 ساچمه در جاهای مختلف حتی نزدیک مغز، نخاع و یا جاهای دیگه چشم وجود داره که اینا به سختی میتونن اینها رو نجات بدن و ساچمه ها رو در بیارن و یا نقص عضوی در اونها ایجاد میشه و یا حکومت با زندانی و شکنجه کردن و اعتراف اجباری که انجام میدن و احکام اعدام و گروگانگیری و زندانی کردن خانواده های معترضان به شکل های مختلف از جمله از طریق روبودن از خانه، محل کار، مدرسه و دانشگاه و بیخبری از سرنوشت بسیاری از این عزیزان که باعث خشم عمومی مردم و تنفر و انزجار هرچه بیشتر مردم از این حکومت استبدادی غیر مردمی میشه. هدف این سرکوب‌ها ایجاد رعب و وحشت در کودکان و جوانان هست و خانواده‌هاشون که پایه‌های این اعتراض هستند.
و مردم این حکومت رو یک حکومت کودک‌کش و ضد مردمی میدونن که تو شعارهاشون هم میبینیم که دانش آموزا به فرض شعار میدن که ما حکومت کودک‌کش نمیخوایم، که با رفتارهای نامناسبشون، این حکومتی که با رفتارهای نامناسبشون خشم مردم رو برمی‌انگیزند و اونها رو بیشتر معترض و به خیابان‌ها میکشونن. آقای حسینی اژه‌ای جلساتی رو با اصناف مختلف برگزار کرد، از اصناف خواست و اونها رو تهدید کرد که در اعتراضات و اعتصابات شرکت نکنند. یعنی ببینیم به چه حربه هایی اونا رو میارن، اونا رو تهدید میکنن. حالا حکومت با اعدام های جوانان، اعدام های پی در پی، میبینیم در یک ماهی ما میبینیم مثلا 10 تا 15 تا اعدام انجام میدن، اعدام میکنن و اینها میخوان که فضای رعب و ترس رو در حکومت در بین مردم به وجود بیارن و اونها رو در خانه ها بنشونن و به خیابان ها مردم وارد نشن و صدور احکامی که به اونها میزنن از جمله اتهام محاربه و افساد فی‌الارض که بسیاری از جوانان و دانشجویان و کودکان زیر 18 سال هم بینشون هستن. کودکان زیر 18 سال بین اعدام شده ها ما میبینیم که اینا میخوان با این کارها به هدف سرکوبی خودشون برسن. دانشجویان دانشگاه علامه خوارزمی کرج، صنعتی اصفهان که 300 نفر از اونها یه دفعه مسموم شدن و وارد بیمارستان ها شدن، و دانشگاه صنعتی عراق رو ما داشتیم که مسمومیت دانشجویان در اونجا اتفاق افتاد و اعلام کردن که این مسمومیت ها حالا یا ویروسی بوده یا مسمومیت های ناشی از غذا بوده یا پیمانکار بوده. در هر صورت بعد هم این مسمومیت ها به صورت شیمیایی تنفسی اتفاق افتاد که منجر به تعطیلی مدارس و تخلیه خوابگاه های دانشجویی شد. دانشجویانی که خب از لحاظ مالی در وضع خوبی نبودن و مجبور شدن حالا یا به شهرستان های خودشون برگردن و به این شکل بتونن دانشگاه ها رو از معترضین خالی کنن و دانشگاه ها رو به تعطیلی بکشونن. هدف جمهوری اسلامی یک سیاست ضد بشری و واقعا تروریستیه و واقعا کارهایی که اونا میکنن هیچ منطقی اون رو قبول نمیکنه. سعی میکنن که حالا سرافکنی کنن علتش رو، چه در موارد مسمومیت های غذایی مثلا عاملش رو ویروس بدونن یا پایین بودن کیفیت غذا بدونن به خاطر گرانی ها و امثال اینها، چه در مورد مسمومیت های مدارس دختران و خوابگاه‌های دانشجویی که میگن خب حالا یه عده دانش آموز یا دانشجو به علت روانپریشی که دارن، مشکلات روانی که دارن، یا میخوان زودتر به تعطیلات برسن، تعطیلات رو به عید وصل کنن و شیطنت کنن، یه همچین اتهامایی میزنن به دانشجویان. و یا این که مثلا میگن که اینها با گروه های ضد، یه سری رو میگن با گروه های ضد انقلاب و مخالفین نظام، مثلا با اسرائیل در ارتباطن، با آمریکا در ارتباطن، با فلان گروهک در ارتباطن و به این شکل میخوان رد کنن و حواس مردم رو از خودشون پرت کنن، غافل از این که دیگه حنای اونها برای مردم هیچ رنگی نداره. این درست همون کاریه که حکومت در آبان در شاه چراغ کرد، همون کاری که حقه زد که به فرض این معترضین رو تروریست اعلام کنه و ضد مردم معرفی کنه، اونها رو جاسوس خطاب کنه، مخالف مردم و به اصطلاح خود مردم خطاب کنه، ولی مردم 100% مطمئن هستن که این کار خود حکومت بوده و همه میخندن به این کارهایی که اینها میکنن. واقعا یه جور دغلبازیه و همه واقعا میدونن اینا دارن دروغ میگن. واقعا آدم میمونه چطور مثلا یه حکومت میتونه در عرض چند ساعت افرادی که مخالف حجاب اجباری هستن رو سریع اونا رو تشخیص بده، اونا رو شناسایی کنه، دستگیر کنه، زندانی کنه، براشون حکم اعدام صادر کنه، حکم محاربه صادر کنه. ولی این همه اتفاق افتاد، مسمومیت ها از 3 ماه پیش در
قوم مشاهده مسمومیت ها بودیم. بارها و بارها بچه ها مسموم شدن، با علائم خیلی وحشتناکی وارد بیمارستان ها شدن. پدر مادرها شکایت کردن، نگران شدن، معترض شدن و اونها جمع شدن پشت در مدارس و اعتراض کردن. اونها دوباره با والدین هم در افتادن، اونها رو به ضرب و شتم و دستگیر کردند و اونها رو هم به زندان انداختن. و اینها خب نشان میده که واقعا اینها از خودشونه، کار خودشونه، هیچ دلیل منطقی برای این کار وجود نداره. چرا آخه به جای اینکه همدلی کنن، همدردی کنن، به مردم قول بدن که حالا ما عاملین رو پیدا میکنیم، نگران نباشید، به فرض آروم باشیم، یه جوری مثلا بخوان که مردم رو باشون همدلی کنن، برعکس مردم رو میزنن و اونها رو تهدید میکنن و میخوان متفرقشون کنن. یعنی واقعا هر جوری دارن با این جمع شدن مردم و اعتراضات مردم مقابله میکنن. حالا مثلا یک بار عامل این مسمومیت ها رو مثلا گاز مونوکسید کربن میدونن، یه بار میگن مال بخاری هاست، یه بار میگن مال دیوکسید گوگرده یا زباله است یا مخزن گازوئیله و دلایل مختلف دیگه. حالا مردم ما واقعا دست حکومت براشون رو شده و این گرگی که دستهاش رو ناخوناش رو حنایی کرده دیگه نمیتونه این بره ها رو گول بزنه. حتی کودکانی هم که مسموم شدن شعارهای حکومت بچه کش نمیخوایم رو سر میدن، عکسای خامنه ای و خمینی رو پاره میکنن، که عکسایی که به در و دیوار زده شده اونها رو پاره میکنن و زیر پاشون میندازن، روسریاشون رو در میارن و اینها یک جور اعتراضه. اینها عقده اینو ندارن که به فرض روسری رو در بیارن یا به فرض حجابشون رو به این شکل خودشون نشون بدن. اینا میخوان یه جور اعتراض رو نشون بدن، یه جور نشون بدن که ما خودمون شخصیت داریم، ما حتما نباید یه مرجع تقلید داشته باشیم و حتما نباید که تقلید کنیم. ما خودمون فکر داریم، عقل داریم، شعور داریم و لازم نیستش که از 1400 سال پیش بخوایم الگو بگیریم. خوابگاه‌هایی که عملاً درگیر این مسمومیت‌ها شدن، ابعادشون روز به روز گسترش پیدا می‌کرد. یه چند روزی هستش که خبرها کمتر شده. حالا ما نمی‌دونیم گمانه‌زنی‌هایی که مثلا حکومت انجام میده واقعاً آدم نمی‌دونه در موردش چی می‌خواد تصمیم بگیره، چه حرفی بزنه، ولی اینا واقعاً همه‌شون مسبوق به سابقه هستن. همونطوری که آقای منفرد هم گفتن در مورد اصفهان مثلا اسید پاشیایی که اتفاق افتاد برای مردم و یا سینما رکس آبادان، همه اینا خب کارهای آمدانه خودشون بوده و یه جورایی میخواستن که اونها رو بندازن به گردن مخالفان خودشون و یا معترضان خودشون رو ضد مردمی جلوه بدن. هیچ شبهی وجود نداره که در 15 تا شهری که بسیاری از مدارس و خوابگاه‌های دانشجویان به خصوص در تهران دچار مسمومیت شدن، هیچ شبهی وجود نداره که کار حکومت بوده. و از اونجایی که خیزشه، چرا حالا دختران، چرا حالا خوابگاه‌های دختران رو بیشتر مورد هدف قرار دادن و بیشتر مدارس دخترونه رو مورد هدف قرار دادن؟ و در مورد این مورد میتونیم در مورد خیزش انقلاب زن زندگی آزادی که بر محوریت زنان و دختران در مدارس و دانشگاه ها اتفاق افتاده که موجب شکست حجاب اجباری و آموزش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو میخواستن عیان کنند رو باید اون رو این مسئله رو ما جدی بگیریم و به سادگی پی به نیرنگ و فریب جمهوری اسلامی در رابطه با این مسمومیت ها ببریم که مسبوق به سابقه هستن. همه میدونن که خط و نشونی که خامنه ای برای کودکان کشید و گفتش که حالا ما یه کوچولو اینها رو گوشمالی میدیم و این گوشمالیش همون کوچولوی مسمومیت هایی بود که الان حتی کشته هم دادیم، ما دو سه نفر کشته دادیم در بین دانش آموزان.
فقط مسمومیت ها نبود، رو بودن و تجاوز و قتل و اعدام کودکان و از ابتدای این اعتراضات واقعا وجود داشته و ما شاهد این گونه کارهای واقعا تروریستانه و غیر بشر دوستانه این حکومت مستکبر هستیم. حکومتی که میخواست با زدن خیمه های فرزندآوری نسل شیعیان رو زیاد کنه و شاهد کودکانی الان هستش که شعار مرگ و خامنه ای ضحاک میدن و شعار بر حکومت بچه کش نمیخوایم میدن و دستشون برای مردم رو شده و حتی همه کودکان ما واقعا یک سیاست مدار بزرگ شدن. حتی کودکانی که 7 سالشونه 8 سالشونه در مدارس هستن و ما میبینیم که اینها رو بچه ها رو واقعا ازشون میترسن و به خاطر همین هم رو آوردن به بچه ها و میخوان که اینها رو از ریشه به قول معروف بسوزونن. غافل از این که شیشه عمر حکومت شکسته و دیگه این چینی که شکسته شده رو واقعا نمیتونن بند بزنن. مردم ما واقعا لایق بهترین ها هستن. مردم ایران یک مردم شایسته‌ای هستن با بهترین رفتارها، بهترین حکومتی که از قبل داشتن، بهترین قانون رو داشتن و روشنفکر هستن مردم ایران و نمیخوان که یک حکومت متحجر که درگیر خرافات هست اونها رو به قهقرا بکشونه. متشکرم که تا اینجا به من گوش دادین. من مایکرو رها میکنم. امیدوارم که این سال جدید سال پرباری باشه و مردم واقعا به اهداف خودشون، به هدف زن، زندگی، آزادی، مرد، میهن، آبادی برسن و این حکومت دیکتاتوری رو سرنگون کنن. تشکر میکنم از شما. سپاس از شما خانم ترابی عزیز بابت سخنرانیتون. دوستان اگر سوالی در موضوع سخنرانی خانم ترابی دارین بفرمایید و بنده هم شخصا این سوال داشتم خانم ترابی بابت اینکه تعداد مدارسی که اعلام شد توسط رسانه‌های رسمی برای مسئولیت دانشجویان و دانش آموزان چند تا بوده و در چند استان بوده. بعدش هم آقای منفرد در خدمت شما هستم. دقیقا من نمیدونم این چند تا مدارس بوده، ولی به طور پراکنده شاید 30-40 تا مدارس فقط توی استان تهران بوده و استانهای قم بوده، استانهای اطراف بوده، خیلی از مدارس بود. دقیقا نمیدونم، یعنی ذهنم به اینجا نرسید که من این مدارس رو تعدادش رو جمع‌آوری کنم. سپاس از شما آقای منفرد عزیز. بسن درود مجدد خدمت دوستان عزیز. این موضوعی که متاسفانه به یک جنگ بیولوژیک تعبیرش میکنن و یه جنایت در قبال بشریت هست و خامنه‌ای که عنوان ضحاک رو بهش نسبت میدن بی دلیل نیست. باید یه نگاهی بخوایم داشته باشیم، اینه که تو قبل از اینکه خامنه‌ای به صورت مستقیم بیاد سخنرانی کنه و از این موضوع بخواد در سخنرانیش استفاده کنه، می‌دیدیم که بالغ میشه بگیم حدوداً 3 ماه بود که این اتفاقات داشت صورت می‌گرفت، از قم که شروع شد و خیلی از استان‌های ما درگیر شدن و بعداً به خوابگاه‌های دختران دانشجو هم کشیده شد و بعضاً مدارس پسرانه ما هم درگیر شدن. اومدن یا چیزی رو نشر نمیدادن یا اینکه در نهایت میگفتن آره اینم یکی از حربه های دشمنه و دشمن میخواد از این طریق با انقلاب جمهوری اسلامی میخواد مقابله کنه. ولی بعد از سخنرانی خامنه ای ما میبینیم توی سخنرانی این آقا
به صورت واضح و آشکار داره اشاره میکنه به نیروهای خودسر، همون نیروهایی که در کرمان اومدن ادهی رو کشتن، در اصفهان اسید پاشی رو صورت دادن و همونهایی که تحت فتواهای از مصباح یزدی علم الهدا مختار هستن و آتش به اختیار هستن که احکام اسلامی رو اجرا کنن و وقتی میبینن به قول خودشون نیروهای نظامی در کارهای خودشون سهل‌انگاری میکنن، اینا این حق رو به خودشون میدن که بگیر این قضیه باشن. اگر بخوام نگاه کنیم این حکومت متاسفانه در بعد بین المللی از طریق کشورهای اروپایی یا منطقه‌ای میبینیم که همه اومدن این جمهوری اسلامی رو محکوم کردن، ولی در ادامه در نشستهایی که در سوئیس اگر اشتباه نکنم برگزار شد، وزرای خارجهشون با وزیر خارجه ایران آقای عبداللهیان، همون خانمایی که موهاشون رو چیده بودن، اومدن نشست داشتن و تفاهمات دو جانبه داشتن. و در ایران برای اینکه میزان اشتیاق مردم به ایجاد یک انقلاب رو کم رنگ تر کنن، این قضایای شاه چراغ و مورد این مدارس موردهای بیشمار اعدام ها رو پیش میکشن که همه دیگه به سمتی برن که بیان تو فضای مجازی یا هشتگ زدن یا کلیپ درست کردن یا به این شکل ها اون مقابله مستقیم کامل بره کنار. این سیاست هایی که متاسفانه ما میتونیم بگیم که اختاپوسیه که هر سرشو میزنیم یه سر دیگه پیدا میشه و سناریوهای عجولانه جمهوری اسلامی چی بود؟ برخورد وحشیانه با خانواده ها. بلخص ما توی اصفهان دیدیم که اولیای دانش آموزا رو چه برخوردهای وحشیانه داشت صورت میگرفت و دستگیری هایی که اتفاق افتاده. اگر شما میگید کار دشمنه، خب این اولیا اومدن دارن به دشمن اعتراض میکنن، شما باید بگید اینا در موازی ما دارن پیش میرن، دستگیری برای چی؟ متاسفانه مثل قضایای کیان پیرفلک عنوان شهید رو بهش دادن ولی مادرشون رو اجازه ندادن به سر کارشون بره و تدریسشون انجام. اعترافات اجباری که مثلا در استان فارس لامر 5 نفر رو دستگیر کردن، عنوان کردن یه پدر و دختری بوده و چند نفر دیگه بودن، اینا اومدن مثلا موادی رو تولید کردن، فیلم میگرفتن و ارسال کردن، همه این دیگه نخنما شده برای هم. یا استفاده از کسانی که با عنوان معترض دستگیر شدن و معاون انتظامی وزیر کشور میاد عنوان میکنه بله ما ادهی رو دستگیر کردیم و در پرونده های اینها سوء سابقه هایی در خصوص اعتراضات وجود داشته، یعنی ما میام اینا رو میکنیم سپر بلا، میگیم ما اینا رو دستگیر کردیم، اعدامشون میکنیم و از این طریقی انتقامی از اونا میگیریم، یا از این طریق خودمونم از سلب مسئولیت میکنیم. و میگم این یک پدرکشتگی با جامعه ایران داره و سیاستش از انگلیس یا هم روباه پیر خیلی بیشتره، یعنی هر چقدر ما تلاش کنیم باز اون یک قدم از ما جلوتره، مگر اینکه یک وحدت و وفاق ملی صورت بگیره با خرد جمعی، حتما حتما ما میتونیم این قول رو و این اختاپوس رو به زمین بزنیمش. ممنون از شما. سپاس از شما آقای منفرد عزیز. بله، به نکته واقعا آشکار و زیبایی اشاره کردیم که چه دستگاه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی و چه بازوی پروپاگاندای این رژیم در اروپا و آمریکا مانند یک هشت‌پاست که از هر طرف نفوذ میکنه و در حال عادی سازی و پاکسازی این نقض موارد حقوق بشر هست و واقعا نمیشه نادیده گرفت و به لطف پیشرفت و رشد شبکه‌های اجتماعی و این آگاهی رسانی عمومی نسبت به اوایل عمر این رژیم، آگاهی و رشد فرهنگی مردم به حدی بیشتر شده که واقعا دیگه متوجه شدن این
تمام تبلیغات یک عادی سازی معمولی برای دولت‌های اروپایی و در سال‌های آینده با توجه به این رشد و آگاهی امیدواریم که این موارد به کمترین حد خودش برسه. دوستان اگر در مورد سخنرانی خانم ترابی سوالی ندارین به بحث آزادمون بریم با موضوع حق تحصیل رایگان برای همه وضعیت شهریه‌های دانشگاهی. خب به بحث آزادمون میریم با حق تحصیل رایگان برای همه. نظر خودم در این موضوع اینه که با وجود این بحران‌های اقتصادی فراوان در کشور ما و حتی این جنبش بزرگ زن زندگی آزادی، بحران اقتصادی در کشور ما بسیار بالا رفت به حدی که دلار به مرز 60,000 تومان رسید و اومد پایین و در نتیجه روی همه موارد این تأثیر میذاره و اون مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق تحصیل رایگان برای همه هست رو نقض میکنه و من میخوام دوستان شرکت کنند در این بحث و نظرشون رو بگن و پشمنداز و آینده این مورد رو در ایران کنونی بفرمایید که چی هست و چجوری پیش خواهد رفت. ممنون. خانم ترابی عزیز، بله، کمابیش ما میشنویم در مورد شهریه دانشجوها، شهریه های واقعا میلیاردی که دانشجو، حتی اونایی که دانش آموز هستن و بخوان دیپلمشون رو بگیرن، شهریه هاشون رو انقدر بزرگ گذاشتن، انقدر زیادش کردن که واقعا در شرایط فعلی با این تورمی که در ایران وجود داره واقعا برای همه محاله که بتونن اونم دانشجویی که همیشه در قشر خیلی پایین متوسط بوده و نمیتونه واقعا حتی مثلا برای خودش یه خونه جور کنه یا اتاقی جور کنه، معمولا از خوابگاه ارزان قیمت استفاده میکنه، از خوراک دانشگاه استفاده میکنه. الان شرایط مالی و اقتصادی مردم ایران طوری هستش که واقعا همه در سفره معمولی خودشون میمونن، چه برسه به این که بخوان حالا شهریه های خیلی سنگین دانشگاه رو بدن. و یا حتی ما میبینیم که حتی برای زندانی هاشون، برای عزیزانشون که زندانی شدن، خیلی وثیقه های سنگینی که میذارن، حتی اونا هم نمیتونن اینو بدن. چطور مردم ایران میتونن الان نفس بکشن؟ الان ما نوروز رو در پیش رو داریم، من شنیدم که پسته شده دونه 1,000 تومان. خب چطور مردم میتونن عید بگیرن؟ چطور مردم میتونن دلشون خوش باشه؟ چطور مردم میتونن زندگی کنن؟ سفره هاشون خالیه، جیباشون خالیه، دلشون خونه. و با این شهریه‌های سنگینی که ایجاد کردن، انگار که میخوان مردم رو خونه نشین کنن، دانشجوها رو خونه نشین کنن، نذارن که دانشجوها پیشرفت کنن یا به خارج از کشور برن برای ادامه تحصیل برن و رشد کنن. میخوان یه جورایی اعتراضات رو به این شکل هم سرکوب کنن و با اون فشار روانی که بر مردم وارد کردن، باز هم این فشار اقتصادی رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنن تا حواس مردم دنبال همون یه لقمه نون باشه، نه اینکه بیان حالا تظاهرات کنن یا از حکومت سر در بیارن یا اینکه مثلا وارد سیاست بشن، همون دنبال یه لقمه نون خودشون باشن. ممنون که مایک رو من دادیم. سپاس از شما خانم ترابی عزیز. بله، یکی از جریان هایی که میشه مردم رو از انقلاب زن زندگی آزادی منحرف کرد همین بحران اقتصادیه که رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده و میخواد یک جورایی حواس مردم رو پرت کنه. البته نفوذ و فساد مالی سران نظام و سران سپاه پاسداران هم عضوی از این هست که اسنادی اخیراً برملا شده و ثابت میکنه که توی این مدت و در سال 1401
اختلاس‌های فراوانی از سران بالای سپاه پاسداران به وجود اومده و این تأثیر بسزایی توی بحران اقتصادی مردم داشته. دوستان دیگه اگر نظری و مشارکتی داشته باشین روی بحث آزادمون که حق تحصیل رایگان برای همه است، خیلی ممنون میشم. آقای احمدی سال عزیز، مایک در اختیار شما. درود و وقت بخیر به همه دوستان محترم و تبریک پیش پیش سال نو و نوروز باستانی. من شما سلام، بحث آزادتون که درباره حق تحصیل رایگانه سلام، یک برابری باید انجام بشه و اینی که خب هزینه تحصیل در زمان مخصوصا تحصیلات طولانی مثل پزشکی، وقتی یه دولت و ساختار نظام حاکم ساپورت نکنه، حمایت نکنه فرد، در بلند مدت قاعدتا فرد یک سری حقارت ها و ناراحتی ها تجربه میکنه که پس ذهن طرف میمونه و طرف وقتی که توانمند شد ارقی به کشور و مردم نداره. قاعدتا میتونیم در مثلا قشر پزشکی ببینیم که عمدتا خیلی بیره میشن وقتی که میان جراح میشن، پزشک میشن و دیدشون دید مادی میشه و خیلی موقع میشه میبینیم که مثلا عملی حتی نیاز نیست یه تجویز میکنن یه عملی بکنن که یک درآمدی داشته باشن و این ضررهای بسیاری داره در حمایت نکردن از دانشجویان در مقاطع تحصیلی، به خصوص مقاطع ارشد دکترا، چون که اون موقع دیگه فرد تقریبا متأهل هم هست و هزینه‌اش خیلی بیشتره و تاثیرات روانیش خیلی بیشتره که حمایت نشه. یعنی که یه فرد مثلا بشه 30 سالش و خانواده حمایت بشه، همزمان هم یک خانواده تشکیل داده بشه، آثار خیلی بدی داره و در نهایتا هم میبینی که خب یک حجم عظیمی از افراد بعد از فارغ التحصیلی از ایران میرن و طبق تجربه هم ثابت شده که خب وقتی طرف خودشو مدیون ندونه برای چی بمونه و هیچ کسی هم که متولی حمایت از این افراد نیست. در حالی که افراد بدون تعهد اخلاقی سعی میکنن ما به ازای اون زحمات و اون حقارتهایی که کشیدن رو سریعا به دست بیارن. این در دید من، حالا دوستان ببینیم چی میگن بقیه. سپاس از شما آقای احمدی‌خواه عزیز. بله، به مورد واقعا بسیار خوبی اشاره کردیم. وقتی افراد در یک سیستمی روش پیدا میکنن و میخوان اون وقت و هزینه‌ای که صرف کردن، خرج تحصیلشون شده، خرج مطالعهشون شده، خرج گرفتن مدرک دانشگاهیشون شده، میخوان این محصول رو برداشت کنن، بعد از پایان تحصیلشون میبینن که این بستر کافی و لازم فراهم نیست. خب چون تعهد اخلاقی ندارن، واضحاً میبینن که مشکلی نیست و از کشور مهاجرت میکنن. میدونن که دولت‌های اروپایی و کشورهای دیگه مثل کانادا و آمریکا و استرالیا اون بستر کافی رو میذاره براشون و اون کشورها محصول اون شخص رو برداشت میکنن و جامعهشون رو به قولی سعادتمندتر میکنن و آرامتر برای زندگی. خب من در ساعت 5:10 به وقت اروپای مرکزی پایان جلسه رو اعلام میکنم. امروز 19 مارس 2023، 28 اسفند ماه 1401، جلسه آخرین جلسه کمیته دفاع از حقوق و جوان و دانشجو رو داشتیم. آقای عباس منفرد سخنرانی کردن با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو.
آقای علی صالحی، بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و بانو ترابی، مسمومیت دانشجویان در پی انقلاب زن، زندگی آزادی. بحث آزادی داشتیم در مورد حق تحصیل رایگان برای همه. بنده سپهر رضایی شایان مسئول جلسه بودم، آقای اسد اکبری منشی جلسه، و سپاس از آقای احمدی پا و آقای فورمنگ در بخش ضبط صدا، تدوین و انجمن. دست همگی درد نکنه، نوروزتان مبارک، و امیدوارم سال آینده سالی باشه که موارد نقض حقوق بشر در ایران کافی باشه. تا درودی دیگر، بدرود.